تیمی از مشاوران و متخصصان بهداشت روانی در دانشگاه‌های ماساچوست و ایرواین آمریکا و آکسفورد و یورک در بریتانیا به تازگی ایده مبتکرانه و جدیدی یعنی استفاده از پتوی سنگین را برای درمان تنش روانی و اضطراب ارائه کردند. این شیوه پیشتر برای آرام کردن کودکان مبتلا به اوتیسم استفاده شده و نتایج مثبتی در بر داشته است. همکارم دکتر شیده رضایی در استودیو با ماست. منظور چیه شیده؟ یعنی سنگین بودن پتو عمل میکنه یا تأثیر اون بر ذهن روان چیه اون وقت؟ ببین واقعا منظورشون پتوی سنگینه، هیچ فرقی هم نمیکنه که پتوی آماده را از بیرون بخرن که برای وزنهای مختلف و سنهای مختلف قبلا تهیه شده یا تو خونه از وسایل موجود تهیهش کنن. اما تاثیرش، اینکه پرسیدی تاثیرش بر ذهن و روان چیه، برای این پژوهش با 2000 نفر کسانی که مبتلا به اضطراب و تنش‌های روانی بودن مصاحبه کردن که این پتو رو وقتی استفاده کردن بعد چه اثری، چه چیزی رو خودشون احساس کردن و بعد اون رو مطالعه کردن. چیزی که خود اونها گفتن و احساس کردن، گفتن فشار ممتد و یک نواخت وزن پتو به اونها، به افراد مضطرب، یک احساس حمایت و امنیت میده، مثل در آغوش گرفته شدن، مثل مخفی شدن و اغلبشون هم به خاطرات دوران کودکیشون برگشتن. گفتن این به ما یه احساس امنیت میده و اومدن روانشناسان این رو مطالعه کردن، این افراد رو ببینن که چه اتفاقی در مغز این آدم ها میفته که منجر به این تغییرات میشه، با استفاده از MRI و اندازه‌گیری برخی از ترکیبات شیمیایی، و متوجه شدن که در این افراد میزان اکسیتوسین، هورمون اکسیتوسین بالا میره، اون فشار ممتد باعثش میشه که هم فشار خون رو میاره پایین، هم ضربان قلب رو میاره پایین و احساس آرامیدگی در آدم ها ایجاد میکنه، و سروتونین بالا میره. سروتونین هورمونیه که واسطه شیمیایی که در مغز موجب سرخوشی میشه، و ملاتونین رو بالا میبره. ملاتونین هورمونیه که میتونه موجب خواب بهتر بشه. خب حالا این اقدام میتونه به اختلالات روانی دیگه، یعنی رفع اختلالات روانی دیگه هم کمک کنه؟ حقیقتش چون چندین مطالعه راجع به این انجام شد، چون اولش به نظر یه مقدار عجیب غریب میومد، اومدن مطالعات متعددی رو روی اختلالات روانی متعدد کردن، به جز اوتیسم که اشاره کردی و استراب، مبتلایان به PTSD یا تنش روانی پس از رویداد به بهبود این حالت بعد از حمله و عود اونها کمک کرده، به درمان بیخوابی کمک کرده، و کسانی رو که سر و میگرن داشتن خیلی گفتن براشون مفید بوده، و چیزی که عجیب بوده در کسانی که تروما یا آسیب نخاعی داشتن به روند بهبود کمک کرد. خیلی کوتاه شید، فرصتمون کمه، ضرر و عوارض جانبی نداره؟ ببین در کودکان وزن پتو مهمه، بر کودک 1 تا 2 ساله 2 کیلو بیشتر نباید باشه، از 3 تا 5 ساله هم 4 کیلو بیشتر نباشه، ولی موادش هم مهمه که قابل آتش گرفتن نباشه. ممنونم از شیده رضایی همکارم که با ما بود.